رای تبس امروز بار دیگر فاجعه شکست خفتبار آمریکایی ها را در اذهان زنده کرد. پنجم اردیبهشت ماه در 36مین سال روز شکست حمله نظامی آمریکا، فریاد مرگ بر آمریکا در صحرای تبس تنین انداز شد. چون برای خدا شروع کرده، مستاق تنصر الله ینصر کم را تو این صحرای تبس داره میبینه. عنایت حضرت حق را بدیدن اهل جهان، چه خوب بر هم پچیده شو ابرهه و فیل زمان. واقعا به قدرت عظمت خدا میشه پی برد. ما اینجا گوشه از جنایت آمریکا رو در قالب گورستان جنایت آمریکا طراحی و تصویر کشیدیم. قسمت پایینی که شما ملاحظه می‌فرمایید، قبرایی که تعبیه شده، گزینه‌ای روی میز اونها هست که ما منتظریم غلط از اونها سر بزنه تا اونها رو به زباله‌دان تاریخ بفرستیم. رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در این مراسم 5 اردیبهشت 59 را روز تجلی قدرت و عظمت خداوند دانست و گفت آمریکایی‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون در ده‌ها حادثه بزرگ و تاریخی به ستیز با ملت ایران برخاستند و با وجود این در همه آنها مفتزهانه شکست خوردند، اما هیچ درس و عبرتی نگرفتند. سردار نقدی نرمش قهرمانانه را در مسائل هسته‌ای دانست و گفت وقتش که برسد ملت ایران چنان طوفانی علیه آمریکا آغاز خواهد کرد که تا نابودی رژیم اشغالگر قدس ادامه خواهد داشت. با رفتاری که آمریکا از خودش نشون داد، برای همه مردم ما ثابت شد که اون چیزی که رهبر معظممون و حکیممون در خصوص عاقبت مذاکرات با آمریکا پیش بینی کرده بودن 100% پیش بینی ها درست در اومد. مسئله هسته یک بهانه بود. و اینا اینطور رفتار میکنن نشون میده که راهی جز ایستادگی و صلابت مقابل امریکا پیش روی ملت ما نیست. در این مراسم همچنین از تمر یادبود واقعی تبس و اسناد شناسنامه شهید محمد منتظر قائم رونمایی شد. در حاشیه این مراسم همچنین نمایشگاهی از جنایت آمریکا علیه ایران برپا شد.